وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم برای انیمیت چرخش سر. در واقع چرخش استاندارد یا ساده سر، اینجوری بهش بگیم بهتر. شاید به نظر ساده بیاد، ولی خب در واقع در داخل همین چرخش سر پوزها و کلیدهایی به کار میره که تو هر حرکتی ممکنه که ازش استفاده بشه. خب اولین پوزی که قراره که ساخته بشه، ما درباره پوزها در احتمال خیلی زیاد در آینده انواع پوزها یه ویدئوی خواهیم ساخت، ولی خب اینجا به عنوان اولین ویدئو از این مجموعه، از این سری، من خواستم چرخش سر رو نشون بدم که هم جذابیت بیشتری داشته باشه و همین که در داخلش بتونم نکات خیلی بیشتری رو بگم. در ابتدا من در واقع گلدن پوز ها یا اکستریم پوز رو قراره که بسازم. اکستریم پوز یا گلدن پوز پوزهایی هستن که در نهایت، یعنی در دو طرف یک حرکت قرار دارن. مثلا فرض کنید که اگه قراره که کارکتری از یک سمت به سمت دیگه بچرخه سرش، ابتدا و انتهای این چرخش میشه گلدن پوز. خب من در ابتدا گلدن پوز اول رو درست میکنم. فرض کنید کاراکتر به سمت راست خودش یا به سمت چپ ما چرخیده. خب این یک مقداری دیگه تا آخر، من معمولا تا آخر دیگه استفاده نمی کنم، چون ممکنه که برای پوزهای بعدی این مقدار استفاده بشه. خب جهتش رو درست میکنیم، میتونیم یک مقداری جهت چشمش هم درست بکنیم، پوز مربوط به ابروهاش هم همینطور. میتونه کاراکتر یک مقداری هم به این سمت چرخیده باشه، دهنش بسته باشه. خب یک مقداری نیازه که من اینجا رو ادیت کنم. میتونم خب یک مقداری ابروش هم خب فکر میکنم به عنوان اولین پوز خوبی باشه. من معمولا روی پوزهای اصلی یا گلدن پوزها سعی میکنم که همه بنهای کلیدی بخورن، اینجور نظم بهتری در واقع روی تایملاینم خواهند داشت. ولی روی پوزهای بعدی، یعنی پوزهایی که اصلی نیستن، معمولا این کار انجام نمیدم. برای این کار من کنترل F میزنم که همه بنهایی که دارم کلید بخوره. تایمینگش فعلا برای من مهم نیست، ولی تایمینگ حدودی که فعلا در نظر میگیرم 1 ثانیه هست، یعنی در حدود 25 فریم. حالا توی فریم ریت های مختلف متفاوت خواهد بود. پوز بعدی یا اکستریم بعدی خب طبیعتا میره به اون جهت. همین کاری که اینجا انجام دادم و خلافش رو اون ور انجام میدم. جهت چشم، جهت ابرو، بذارید اینا را. یکی از راه‌های خیلی ساده که برگردید به حالت دیفالت و اولیه، استفاده از دکمه‌های ریست بالا هست. خیلی خیلی کمک میکنه. خب من اینجا بهش این برم پوزش رو درست میکنم. فکر میکنم حالا خوب شده باشه. اینجا هم یک کنترل F و در واقع دوتا پوز نهایی من به این صورت ساخته شد. من اینو استپش میکنم که بتونید پوزها رو کنار هم دیگه ببینید به این صورت. خب میریم سراغ پوز بعدی. پوز بعدی که بعد از گلدن پوز ها ساخته میشه، معمولا بعد ساخته بشه، پوز بریک داون هست. پوز بریک داون بسیار بسیار مهم هست، از اون جهت که وظیفهش این هستش که به بیننده در واقع نشون بده که
از دو تا گلدن پوزی که ساخته شده کاراکتر به چه صورت عبور میکنه و به اون پوز دوم میرسه، از پوز اول به چه صورت به پوز دوم میرسه، این که دقیقا به چه حالتی باشه، این خیلی کاملا حالا به روند داستانی برمیگرده، این که داستان به شما از شما چی میخواد، شخصیت این کاراکتر به چه صورت هست یا خیلی چیزهای دیگه. از این جهت پس بریکداون بسیار مهمه. من حالا باز گفتم که چون حالت استاندارد رو دارم کار میکنم، حالت استانداردش میشه گفت که به این صورته. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که اجزای صورت رو در روی یک آرک قرار بدیم. منظور از آرکی خط خمیده به این صورت هست و جزء اصول انیمیشن در واقع به حساب میاد. تقریبا هر حرکتی بایستی روی آرک انجام بشه، مگر اینکه سرعت اون حرکت بسیار زیاد باشه. خب اگه دقت بکنیم میبینی که من براش یک آرک تعیین کردم در داخل بریکداونم. حالا فکر میکنم یه مقدار زیاده، یه مقدار کمترش میکنم. کارهای دیگه هم میشه انجام داد. مثلا فرض کنید که میتونه که کاراکتر پلک بزنه، حتی ممکنه که یک مقداری به این صورت استرچ بشه، اسکواش بشه ببخشید. در زمانی که داره پلک میزنه ابروهاش هم میتونیم که خیلی دیگه فشردهش بکنیم، یعنی به این صورت تقریبا یه حالت فشورتر بگیره، حتی ممکنه که یک مقداری برای جمع شدگی بیشتر دهنش هم بالاتر بره. اجازه بدید از همین استفاده کنیم. خب حتی ممکنه که یک مقداری سر هم به این حالت جهت بگیره. خب همونطور که میبینید یواش یواش این حرکت داره پخته تر میشه. کاری به تایمینگش بچه ها نداریم. یه نکته بریکداون لزوماً دلیلی نداره که همیشه در وسط دوتا پوز قرار بگیره، که ممکنه که باز هم بسته به سلیقه شما یا چیزی که از انیمیتتون میخواین این بریکداون ممکنه که جاهای مختلفی قرار بگیره. خب من برای اینکه یک مقداری در ابتدای کار بیننده با فضای کار آشنا بشه، فریم اول رو هولد میکنم. منظور از هولد اینه که فریم اول برای چند فریم ثابت باشه. شما میتونید آلت رو نگه دارید و روی این کلید به این صورت هولدش بکنید، یا مثلا میتونید که همینو بگیرید کپیش کنید. من بریکداون رو مجددن، شاید نیاز باشه که بریکداون چندین بار در طول کار جابجا بشه. خب همینطور که میبینید یک مقداری فاصله بین کلیدهای اصلی من کمتر شد. هر چقدر فاصله کمتر باشه نتیجتاً سرعت حرکت بیشتر میشه. خب من دو تا حرکت دیگه هم دارم، در واقع دو تا پوز دیگه دارم بعد از بریکداون، یکیش پیش حرکته و یکیش پس حرکته، یعنی قبل از حرکت نهایی و بعد از حرکت نهایی، که بهش آنتیسیپیشن و اوورشوت میگن. خب من برای هر دو تای اینها از کلیدهای انتهایی و ابتدایی استفاده میکنم. برای پیش حرکت از کلید ابتدایی استفاده می کنم و برای پس حرکت هم از کلید انتهایی استفاده می کنم. باز هم اگه دقت بکنید متوجه می شید که سرعت باز هم سریع تر شد. البته باز هم نیاز هست که تایمینگش روش کار بشه، ولی خب می زاریمش بر انتهای حرکت. خب ابتدای آنتیسیپیشن یا پیش حرکت، معمولا حرکتی هستش که در خلاف جهت حرکت اصلی انجام میشه برای اینکه نیرو برای حرکت اصلی جمع آوری بشه. مثال خیلی سادهش و شاید هم کلیشه ایش پرتاب کردن یک توپ هست. یعنی زمانی که شما بخواید یه توپی رو پرتاب بکنید، قبلش نیروتون رو جمع میکنید، یه خورده به سمت عقب میرید، دستتون رو به سمت عقب میبرید، نیروهاتون رو جمع میکنید و بعد در واقع پرتاب رو انجام میدید. میشه گفتش که یه جورایی پیش حرکت، هر حرکتی که در پیش حرکت انجام میشه خلاف حرکت اصلی هست یه جورایی.
تایمینگ مربوط پیش حرکت هم میذاریم در انتهای حرکت و اون رو دقیق تر بررسیش میکنیم. ابتدا پیش حرکت، پس من از پوز اول استفاده میکنم برای پیش حرکتم. خب برای پیش حرکت مثلا سر میتونه یه خورده به سمت بالا بره، حتی ممکنه که به این صورت استرچ بشه، مثلا ممکنه که مردمکش بیشتر باز شه، ابروهاش بالاتر بره، حتی ممکنه که یک مقداری در خلاف جهت هم زاویه بگیره. ببینید که انگار در واقع به بیننده داریم که در واقع داره آماده میشه برای حرکت اصلی و بیننده متوجه این حرکت میشه. خب بریم سراغ اوورشوت. در واقع اوورشوت هم حرکتی هستش که در ادامه یه حرکت اصلی است، یعنی ممکنه که یک مقداری از حرکت اصلی فراتر بره، بیشتر بشه، ولی در نهایت برسه به پوز اصلی. به این حرکت میگن اوورشوت. اوورشوت ممکنه که چندین بار هم تکرار بشه، بستگی به اون کاراکترتون داره، یعنی ممکنه که چندین بار به سمت جلو، عقب و در نهایت برسه به پوز اصلی. ما اینجا فقط صرفا یک بار این کار رو انجام میدیم، یعنی یک بار کاراکتر حرکت قبلی رو ادامه بده و برسه دوباره به جای خودش. مثلا میتونه همون کاری که در پیش حرکت انجام دادیم اینجا هم انجام بدیم، یه مقداری در واقع پلک ها بازتر بشن، سر بره بالاتر، ابروها برن بالاتر و در نهایت برسه به کاراکتر، به سر جای خودش. در اینجا هم من میتونم یک مقداری روی پوزیشن دهنش هم مانور بدم و یک مقدار اینجا بالاتر ببرم، فکر کنم که خیلی حس بهتر میده. همینطور در پس حرکت هم ممکنه که یک مقداری دهنش ادامه مسیر بده و بعد برگرده، شاید این یک مقداری زیاد باشه. بذاری با حرکت ببینیم اگه نیاز بود کمش بکنم. یک مقداری تایمینگ اینو در همینجا بیشترش میکنم. شما میتونید که یک بند برای دهن قرار بدید و همه این پین ها رو به اون وصل بکنید، اینجور خیلی در واقع راحت تر میشه. یک مقداری احساس میکنم که بیش از حد رفته بالا، همینطور این هم زیاده. من از طریق موشن گراف مقداری کمش میکنم. خیلی خوب، یه بار بذارید حرکت رو ببینیم تا خب در پس حرکت هم ممکنه که یک مقداری نیاز به استرچ داشته باشه، البته خیلی خیلی کم. خب من یک مقدار این کلیدها رو به هم دیگه نزدیک میکنم، چون احساس میکنم که خیلی چرخش کندی شده. برای اینکه کلیدها با یک نسبت به هم نزدیک بشن، شما همه کلیدها رو سلکت میکنید و حواستون باشه که در واقع این اسلایدر شما روی کلیدی باشه که قراره که همه بهش نزدیک بشن. دکمه Alt رو نگه میدارید و اینها رو به همدیگه نزدیک میکنید. اینجوری با یک نسبت اینا به هم نزدیک میشن. میتونه یک مقداری ابروها نسبت به بقیه بدن بیشتر جا بمونه و حالت فالو ترو بگیره. یک یا دو فریم فکر میکنم کافی باشه، شاید هم دو فریم. خب این هم از یک چرخش ساده سر، ولی خب همراه با نکته های بسیار زیادی. مرسی.